رضا طالبی روزنامه نگار از برلین ما رو همراهی میکنه. خوش آمدین آقای طالبی. سازمان ملل درباره خطر قحطی قریب الوقوع در شمال غزه هشدار داده. فکر میکنین جامعه جهانی این هشدار رو جدی میگیره یا قرار نیست واقعا اتفاق خاصی بیفته؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب متاسفانه جامعه جهانی حساسیت‌های لازم رو که نسبت به حقوق بشر در سطح کشورهای خاورمیانه رو باید داشته باشه نداره. آنچه که شما هم در گزارشتون اعلام کردید و به ویژه آکسفام هم امروز اعلام کرد که اسرائیل به صورت مشخص مانع از کمک‌های بشر دوستانه میشه و حتی کامیون‌ها رو ورودشون رو 3 هفته به تأخیر میاندازه، علارغم اینکه فشارهای جامعه جهانی من جمله خبرهایی که در پارلمان کانادا هست برای تشکیل دولت فلسطینی مقدماتی رو از لحاظ کانادا دارن حاضر میکنن، یا اینکه اقداماتی که نروژ در مورد محدود کردن شرکت ها برای مبادلات با شهرک نشین ها انجام داده و به ویژه حساسیت های ایالات متحده آمریکا گرفته تا مسئله کریدور قبرس، ما شاهد این هستیم که هیچ یک از اینها نتوانسته فعلا این بغرنج و گره کوری که در غزه وجود داره حل بکنه و اون هم ناشی از اقدامات آقای نتانیاهو به زرس قاطع عملیات ها رو میخواد ادامه بده. به هیچ وجه حاضر نیست که به نوعی یک آتش بس موقت رو هم در اینجا انجام بده و کماکان مشاهده این هستیم که بحرانی که در غزه به وجود اومده، این ارقام و عددهایی که منتشر میشه امروزه هیچ کدوم متاسفانه ارزش لازم رو برای این نداشته که بتواند یک اجماع جهانی رو علیه اقداماتی که در غزه صورت میگیره هم از لحاظ کشته شدن انسان ها هم از لحاظ قحطی و بیماری ها انجام بشه. اما امیدها وجود داره که اگر هیئت اسرائیلی به ایالات متحده بره و در مورد طرح آتش بس صحبت بکنن، بتوانن حداقل یک فرجه ای رو ایجاد بکنن که سازمان های بین المللی و همچنین سازمان ملل کمک هایی رو برای مردم غزه در نظر بگیرن. اشاره کردیم به این ملاقاتی که قرار هفته آینده در حقیقت شکل بگیره. کاخ سفید اطمینان داده، گفته پیش از این ملاقات که بین تیم اسرائیلی و آمریکایی در واشنگتن قرار صورت بگیره، عملیات زمینی در رفح صورت نمیگیره. با توجه به مخالفت که میشه گفت همه کشورهایی که حداقل اظهار نظر کردن با حمله اسرائیل به رفح، فکر می‌کنین ممکنه اسرائیل از انجام این حمله منصرف بشه؟ خب ببینید، این مسئله رفح و همچنین آزادی گروگان ها برای آقای نتانیاهو بسیار مهمه. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، بعد از 15 فوریه اولین بار خب آقای نتانیاهو با بایدن دیدار کردند و قرار شد که هیئتی به واشنگتن اعزام بشه. در کنار این، آقای بنی گانتس رو آقای نتانیاهو به صورت کامل منزوی کرد و کنار گذاشت که در مذاکرات حضور پیدا نکنه. آنچه که آکسیوس هم خبرش رو منتشر کرده و آقای بارنها هم در قطر حضور داره، یک طرحی رو ایالات متحده داده به عنوان اینکه 400 اسیر فلسطینی از جمله 15 تا زندانی حبس ابد در قبال 40 تا گروگانی که در نزد حماس وجود دارن آزاد بشه. البته حماس پنجشنبه یک شرط آزادی 950 زندانی رو گذاشته بود که اسرائیل رو موافقت نکرده و لیست گروگان ها رو خواسته بود. به علاوه از اون، حماس همچنین خواهان عقب نشینی اسرائیل از جنوب غزه و مسائلی شده بود که مشخصا اسرائیل نمیتونسته با اون مقاومت کنه، که حتی گروه حماس خواسته بود که مذاکرات رو ترک بکنه بر اساس حملاتی که بیمارستان شفا و ریمال در شمال غزه انجام شده بود. اما کماکان گویا این مذاکرات ادامه داره و آقای بارنا که امروز سه‌شنبه خواهد برگشت و در برگشت اون هم آقای بلینکن وارد عربستان سعودی و مصر خواهد شد، به نوعی یک توافقاتی در راستای یک آتش بس موقت داره انجام میشه. ولی من فکر نمی کنم این فشارها و تهدیدها و همچنین مسائلی که در درون خود اسرائیل به وجود میاد، مثلا همین که آقای اولمرت در نامه از آقای جاک شومر تشکر کرده بود نسبت به مواضعش، سبب بشه که آقای نتانیاهو به یک آتش بس طولانی دست پیدا بکنه و از این مواضع خودش عقب نشینی بکنه، و یا حتی حماس به نوعی در مذاکرات از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و صلح را امضا بکنه. کماکان همه چی بستگی به واشنگتن
داره اگر فشار واشنگتن بر اسرائیل به این صورت ادامه پیدا کنه، ما شاید به صورت کوتاه مدت در اواخر ماه رمضان یک فرجه ای رو برای ساکنین و مبارزه با قحطی و اینجور مسائل داشته باشیم. ممنون از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، همراهیمون کردید.